داور از بریتانیا، یک داور و دو کمک داور، توماس داوره، کوپر و برتی کمک ها. توپیست که روی دروازه ایران میپسن و دست ناصر حجازی بلند پرواز دروازه ایران توپ و لمس میکن. عادل خانی، صادقی، یک دو برو ببینم، حالا بزن، تموم همینه. ایران یک کویت سه، ایران یک کویت سه. عبور جهانی درست در دقیقه 47 دروازه کویت بالاخره باز میشه و این قیافه غضبناک ماریو زاگالو سرمربی تیم ملی فوتبال کویت که بختش بود. عبور جهانی فرزندی از ختیل گیلان دروازه کویت رو باز میکنه بالاخره، اونم در دقیقه 47. کار به این شکل بود که همینطور که مشاهده کردی توپی رو عادل خانی داد به صادقی، رفت توپ شد، یک دو کردن، صادقی برید برای عادل خانی، عادل خانی اومد ضربه ای بزنه، دروازه‌بان اومد بیرون خورد بهش و کمونه کرد و بلافاصله این غفور جهانی بود که گل اول تیم ملی فوتبال ایران رو در دقیقه 47 به ثمر رسوند. و در 32 بازیش به خاطر ناراحتی که برای ربات زانوش پیش اومد نتونست بازی کنه. سعدالحوتی، دوست تماشاگرها یک لحظه ورزشگاه رو آروم نمیگذارد. حالا یک ضد حمله از جانب تیم ایران و این قبور جهانیه که میتونه بره اما نمیره و فرصت بهش نمیده محمود جمعه و صوت پایان مسابقه تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال کویت رو آقای توماس به صدا در میاره با نتیجه 1-0 به سود تیم ملی فوتبال ایران با گلی که در دقیقه 47 قفور جهانی میزنه.